با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 ماه عقرب سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. اعتراض های ضد حکومت در برابر ارگ ریاست جمهوری. امروز زنها را سری گلم جوان شستو کشاندی دیگه چه مقصد داری و بیادر؟ او طرف هم رفته نمیتونه، طالب از او طرف آمده بست، چهار طرف هم حمله کرده، جای رفته نمیتونه. جان باختن شش تن در گمره انتحاری در شهر کابل. امنیت گروه موترهای امبولانس همیشه ایدار دیگه برده روی بودن، نظامی هم بود، ملکی هم بود در بینشون. نبرد های سنگین در چندین بالاسبولی کشور. تلفات داریم که مثلا ما کماندوهای ما در اوجا تلف شده، یک تعداد زخمی و ما شهید داریم. دیگه که چی پنج نفر باشه چی شش نفر باشه قربانی است. اطمینان زلمه خلیلزاد از توافق صلح با طالبان. و گسترش آتش سوزی ها در ایالت کالیفرنیای امریکا. شجاع زاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شمار شهروندان کشور در اعتراض به حملات طالبان بر بالاسواری های مالستان و جاغوری ولایت غزنی و نیز ولایت اورازگان در برابر کاخ ریاست جمهوری گرد آمدن و شعارهای ضد حکومت سر دادند. اعتراض کنندگان که این حرکتشان را دیشب از غرب شهر کابل آغاز کردند میگویند تا هنگام که حکومت دستور حملات هوایی را در برابر هراس افغانان در این بخش ها صادر ننماید با تظاهراتشان ادامه خواهند داد. اما پس از آنکه رئیس جمهور غنی در تماس تلفنی با اعتراض کنندگان اعلام کرد که نیروهای هوایی به این بالاسواری ها فرستاده شدند، مردم به اعتراضاتشان پایان دادند. انیسه شهید گزارش میدهد. این زنان و مردان که در برابر ارگ ریاست جمهوری گرد آمدند شعارهای ضد حکومت سر میدهند. سری تخت خوششتی و فریب دادی، دروغ گفتی به ما که زنها را ما زمین میتیم که دستش پیشه شوارش دراز نشه. امروز زنها را سری گلم جوان شستو کشاندی دیگه چه مقصد داری و بیادر؟ کلگی مردمی ما شهید شده، بین نوا هیچ کس دیگه شهید خرافتن نمیتونه. این اعتراض ها یک شنبه شب هنگامی از سوی این جوانان آغاز شد که گزارش های درباره کشته و زخمی شدن و آواره شدن مردم در حمله های طالبان بر ولسوالی های مالستان و جاغوری پخش شدند. اعتراض کنندگان از غرب کابل پس از نیمه شب خودشان را به دروازه های کاخ ریاست جمهوری رسانیدند. او طرف هم رفته نمیتونه، طالب از او طرف آمده بست، چهار طرف هم حمله کرده، جای رفته نمیتونه. کل در دشت اینا ارمنده این مالی جاغوری بسته اون منجی رو جگدن منجی شاوه ها در دشت منده، شاوه ها در کو منده. مؤسساتی که در قسمت امداد بشری کمک کنن از اونا میخواییم به زخمی ها و به بجا شده ها بیشتر توجه کنن و از نهادهای امنیتی میخواهیم توجه جدی و امنیت داشته باشند. تمامی جاده های اطراف دروازه های ریاست جمهوری هنوزم برای ترافیک بسته هستند. این تظاهرات در زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار میشه. هنوز هم تعدادی از جوانا و باشنده های دیگه پایتخت از اطراف پایتخت به امی تظاهرات کنندگان میپیوندند. پیام شما و صدای شما به شخص رئیس جمهور افغانستان و سرخمندان اعلی قوای مسلح رسید. سرانجام رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی به اعتراض کنندگان وعده می سپارد که برای تامین امنیت این ولسوالی ها نیروهای بیشتری خواهد فرستاد. امروز صبح به شخص لجستیک هدایت دادیم که به غزنی تشریف ببرند و کماندی جنگ مستقیم به عهده بگیرند. قوای کماندو از قول اردوی 201 و در پس از این تعهدات رئیس جمهور این اعتراض ها نیز به پایان رسیدند.
امروز در حمله انتحاری در مرکز شهر کابل 6 تن جان باختن و 20 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت امور داخله میگوید که انتحارکننده پس از آن که سوی پلیس شناسایی شد، مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت. این رویداد هنگامی رخ داد که اعتراض کنندگان در نزدیک کاخ ریاست جمهوری گرد آمده بودند و بسیاری از جاده های نزدیک به کاخ ریاست جمهوری بسته بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. در این باره نبیل اشرفی گزارش میدهد. پس از چاشت روز دوشنبه، هنگامی که معترضان در نزدیک کاخ ریاست جمهوری گرد هم آمده بودند و راه‌های منتهی به محل اعتراض به شمول جادی روبروی لیسه استقلال در مرکز شهر کابل بسته بودند، یک مهاجم انتحاری در یک پاسکو در برابر این مکتب مواد همراهش را منفجر ساخت. وزارت امور داخله جان باختن 6 تن را به شمول 3 زن و زخمی شدن 20 تن دیگر را تایید می‌کند. امنیت گروه موترای امبولانس همیشه ایدار دیگه برده روی بودن. نظامی هم بود، ملکی هم بود در بینشون. امروز 13 زخمی، 3 شهید در شفخانه امرجنسی هست. 3 زخمی و 1 شهید در شفخانه امنیت هست. 1 شهید هم که فعلا در چی بود؟ طب عدلی بود که ما انتقال دادیم. شمار از زخمیان این رویداد که به شفخانه امرجنسی آورده شدند و شمار از بستگان آنان در اینجا حضور دارند. ما که داخل شفاخانه رفتم فقط دو تایش دخترها بوده که دیدم همونجا شهید شده بود، دو تایش دیگه هم زخمی شده بود. از خود شفاخانه ما زنگ زد که رحیم الله پدر تان است، گفتیم بله، گفت از زخمی شده در شفاخانه شما بین. ما متاسف هستیم واقعا که اعتراضات مدنی مردم، خواسته های برای حق مردم ما را سرکوب میشه و مردم با تیر و با گلوله و با انتحار انفجار سرکوب میشه. اینجا خون دادم، بعد رفتم اونا را دیدم 14 نفر در اونجا بودن. متاسفانه بعضی ها وضعیتش خوب بودن، بعضی ها وضعیتش بسیار وخیم بودن. این حمله در حال رخ میدهد که پیش از این در جریان برخ از اعتراض های ضد دولتی دیگر نیز حمله های انتحاری رخ دادند. 2 سال پیش در حمله های انتحاری بر معترضان جنبش روشنایی در کابل 80 تن جان باختند و 123 تن دیگر زخم برداشتند. آنچه که سهلنگوری نهادهای امنیتی در روی با حملات طالبان بر بخشی از کشور گفته می شود، با انتقادهای روبرو شده است. شمار از آگاهان امور نظامی و نیز شهروندان کشور بدین باورند که در بیشتر حالات مقامهای حکومتی رسیدگی به چنین رویدادها را در صدر کارهایشان نداشتند و مصروف کارهای دیگری بودند. اما رئیس ستاد ارتش می گوید که مکنون شمار از مقامهای بلندپایه دولتی و نظامی در بخشهایی که در هفتههای اخیر گواه نبردها بودند حضور دارند و برای پایان دادن به این جنگها در این بخش ها میکوشند. تمیم حمید گزارش میدهد. ناامنی های اخیر در ولسوالی های خاص اروزگان، مالستان و جاغوری ولایت های اروزگان و غزنی بازم انتقاد هایی را از آنچه که بی‌پروایی حکومت در رسیدگی به چنین رویدادها گفته می شود برانگیختند. یک ماه است که اروزگان خاص، مالستان و جاغوری در آتش دود و جنگ می سوزد و حکومت اراده قاطع به خاطر عملیات نظامی ندارد. مالستان، جاغوری، در این حال باشندگان غزنی نیز به روز دوشنبه در اعتراضات بر رسیدگی به اوضاع امنیتی در ولسوالی های این ولایت به ویژه ولسوالی های مالستان و جاغوری تاکید می ورزند. مردم به شکل سلاسا از جاغوری بیرون میشن و به جاهای مختلف آواره میشن. زمانی که در اردوگان جنگ شد باید امنیت اینا میگرفتن، فکرشان به طرف دیگر ولسواله ها هم میبودن. بالاتر از 100 نفر از مردم به دفاع اروزگان متاسفانه در این حادثه به شهادت رسیدن و تعقیب از او جنگ به سرحدات جاغوری و مالستان کشیده شد. نبردها در این بخش‌های مرکزی کشور از هفته‌ها پیش آغاز شدند و با آنکه نهادهای امنیتی از فرستادن نیروهای کمکی به این ولسوالی‌ها خبر دادند، اما آنچه که مشغول شدن مقام‌های بلندپایه حکومتی و امنیتی به کارهای دیگر و اولویت ندادن به این رویدادها از سوی این مقام‌ها گفته می‌شود، از علت‌های اصلی تأخیر در رسیدگی به این چالش‌های امنیتی دانسته می‌شوند. حکومت میبایست با استفاده از امکانات خود وارد عمل میشد، ولی متاسفانه مصروف کمپاین انتخاباتی بیشتر شد که برشان هیچ اصلا مطرح نیست. اگر از قبل قوات ها تقسیم شود در سراسر ولایات افغانستان و در هر جای در ولایات جابجا باشه، امکانات در خود ولایات باشه، زمانی که نقطه زیر فشار قرار میگیره از نزدیک اقدام بکنند. با این حال رئیس ستاد ارتش در پاسخ به این انتقادها می گوید که همکنون شماری از مقامهای دولتی و نظامی در این بخشهای جنگ زده حضور دارند و برای تامین امنیت در این ولسوالی ها می کشند. هیئتی که از وزارت ریاست جمهور رفته با اونا ارتباط مستقیم دارد،
رئیس امنیت اروزگان فعلا در ولسوالی مالستان است. رئیس ارکان لیوای 4 در اروزگان است. یک قوت از اردوی ملی بر روی کماندو فعلا در مالستان است. بحث مدیریت جنگ در این بخش ها در حال به میان می آید که سقوط چند روزه بخش های از مرکز غزنی به دست طالبان که در حدود 3 ماه پیش رخ داد واکنش هایی را برانگیخت. اما باشندگان غزنی می گویند که از آن زمان تا اکنون اوضاع این شهر به حالت پیشین برنگشته است و وعده های داده شده حکومت به آنان هم عملی نشده. مرکز احزاب سیاسی میگویند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دیدارش بین احزاب از توافق صلح با طالبان اطمینان داده است و نیز پیشنهادهای احزاب سیاسی را درباره این روند گرد آوری کرده است. دفتر جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری میگوید که آقای دوستم در دیدارش با زلمه خلیلزاد گفته است که هیئت گفتگو کننده با طالبان باید افراد بی‌طرف در جنگ افغانستان و افراد با نفوذ باشند. شریف امیری گزارش می‌دهد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دومین سفرش به افغانستان در کنار دیدار با رئیس جمهور غنی با برخی از احزاب سیاسی نیز دیدارهایی داشته است. مهمترین موضوع دیدارهای او با سران احزاب سیاسی چگونگی ایجاد یک هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان با طالبان است. ساختار پروسه صلح است که افراد بی‌طرف و شخصیت‌های با نفوذ افغانی و شامل متنفذین، زنان، جامعه مدنی، حتی جوانان باید در ترکیب ازی بوده باشد. در این دیدار زلمه خلیلزاد از نزدیک شدن به آمدن صلح در کشور نیز اطمینان داده است و از اراده جدی واشنگتن برای پیروزی روند صلح در افغانستان سخن گفته است. آقا ام افغان در امریکایی ده. نو ام طالب پیجنی، ام در طالب روحیه پویگی او د افغان په صفت او هم افغانستان حکومت او د افغانستان ولس پیژني او د دې دردونه او کړاوونه تدری شي. در همین حال زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که روسیه در افغانستان منافع دارد و طالبان حق دارند که درخواست هایی داشته باشند. او میگوید که غرب در افغانستان شکست خورده است و از همین رو به گفتگو نیاز است. ایالات متحده 17 سال زمان داشت تا طرحش را عملی بسازد. در سال 2001 طالبان نبودند، اما اکنون طالبان بیش از 60% افغانستان را در اختیار دارند. این چگونه حضور است که مشکل را حل نکرده است و آن را افزایش داده است. در نشست مسکو هم یکی از خواستهای مهم طالبان از واشنگتن این بود که برای آغاز گفتگوهای صلح نیروهای خارجی افغانستان را ترک بگویند. امریکایانو د وتلو په باندې طالبانو ته مثبت جواب ورکړي. البته دا په کمو کیف کې به خبره کیږي چې څنګه ووځي، څه وخت ووځي، په څونه وخت کې ووځي، هغه خبره خو بیا وروستنی خبره ده. قرار است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از رایزنی ها با مقام های حکومت افغانستان و احزاب سیاسی در آینده نزدیک به پاکستان، امارات متحده عرب و قطر نیز برود و راههای رسیدن را به صلح در افغانستان جستجو کند. شمار از اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که ولسوالی مالستان در آستانه سقوط قرار دارد و ولسوالی جاغوری نیز گواه جنگ های سخت با طالبان است. آنان ادعا دارند که در این درگیری ها تلفات سنگین به نیروهای دولتی وارد شده است. این اعضای شورای ولایتی غزنی هشدار میدهند که اگر نیروهای کمکی به این دو ولسوالی نرسند احتمال دارد که در این دو ولسوالی فجایع انسانی رخ بدهند. در این حال رئیس ستاد ارتش تلفات نیروهای دولتی را میپذیرد، اما از فرستادن نیروهای تازه نفس به این ولسوالی ها نیز خبر میدهد و میگوید که در این نبردها از بسیج مردمی نیز کار گرفته میشود. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. شماره قربانیان آتش سوزی ها در ایالت کالیفرنیای امریکا به 29 تن رسیده است. این در حال است که اکنون ده ها تن دیگر ناپدید هستند، اما تلاش ها برای پیدا کردن آنان ادامه دارند. اداره آتش نشانی امریکا میگوید که وزش بادهای تند کار گروه های آتش نشانی را با چالش های روبرو ساخته است.
شمار قربانیان آتش سوزی ها در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا به نزدیک به 30 تن رسیده است. این آتش سوزی ها که از پنج شنبه هفته گذشته تا کنون ادامه دارند، زیان های بزرگ مالی را نیز به بار آوردند. مقام های ایالت کالیفرنیای آمریکا می گویند که در این آتش سوزی ها بیش از 300 هزار تن از باشندگان بخش های جنوبی و شمالی این ایالت به ترک خانه هایشان مجبور شدند. امروز ما 6 جسد تازه را پیدا کردیم که شمار قربانیان را به 29 تن می رساند. ما 5 جسد را از یک خانه و یک جسد دیگر را از یک موتر پیدا کردیم. وزش بادهای سخت کار گروه های آتش نشانی را دشوار ساخته است. اما آنان نیمه شب گذشته پس از توقف وزش باد فرصت مهار برخی از این آتش سوزی ها را پیدا کردند. تلاش نکنید که برای رویارویی با آتش سوزی در خانه هایتان بمانید. لطفاً خانه هایتان را ترک کنید و زندگیتان را به خطر روبرو نسازید. ما میکوشیم که از شما و از خانه هایتان حفاظت کنیم. این در حال است که اکنون ده ها تن دیگر ناپدید هستند. این آتش سوزی ها در ایالت کالیفرنیای آمریکا مرگبارترین رویداد آتش سوزی در این ایالت گفته شده است. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. رقابت های قایقرانی در ایالت کرلای هند توجه ده ها تن را به خود جلب کرده است. قایقرانان با قایق های گوناگونشان در این رقابت شرکت کردند. در همین حال گردشگران این رقابت ها را بسیار هیجان انگیز می گویند. ژان ایولودریان وزیر خارجه فرانسه می گوید که هیچ نوار شنیداری را درباره کشته شدن جمال خاشقجی از ترکیه دریافت نکرده است. این در حال است که دو روز پیش رئیس جمهور ترکیه گفته بود که یک نوار شنیداری درباره کشته شدن جمال خاشقجی را در اختیار عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه قرار داده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتون می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. امسال از رهگذر تخریب پایه های برق و قطع سیم های برق در کشور بدترین سال برای شرکت برشنا بوده است. مسئولان این شرکت می گویند که امسال هزینه حفظ و مراقبت این شرکت با افزایش 200 میلیون افغانی به حدود دو برابر رسیده است. آنان می گویند که در شمار از بخش های کشور زورمندان محلی به بهانه های گوناگون تلاش می کنند که حتی در پروژه های کشیدن سیم های برق نیز سهیم شوند. زبی جهانمل گزارش می دهد. مسئولان شرکت برشنا میگویند که با توسعه شبکه برق در کشور شمار از مسیرهای انتقال برق در جنوب و شرق کشور برای این شرکت بسیار پرهزینه بودند. رئیس این شرکت میگوید که با قطع شدن هر بار سیمهای برق وارداتی در مسیر ارغنده غزنی مردم از این شرکت پول میخواهند. وای میگوید گذشته از این که امسال شرکت برشنا به علت تخریب سه پایه برق در کندوز بیش از 8 میلیون دلار زیان دیده است. هزینه های این شرکت در بخش حفظ و مراقبت از 250 میلیون افغانی به 450 میلیون افغانی رسیده است. ضربه جنگ میشه، لین قطع میشه. اینال ما بخوایم وقتی دوباره رفتیم که بی لین جور کنیم، اونا دوباره میگن که شما دوباره لین جور میکنی، خسار زمینم تیر میشه، کشت خراب میشه، بی پیسه زور بده. مسابق پالیسی مطابق شرایط ما نمیتونیم که هر بار این لاین جبران خساره بتیم یا کمکار. هرچند برق و زیربناهای آن از تاسیسات مهم همگانی به شمار میروند که مردم باید از آن حفاظت کنند، اما به گفته شماره از مردم در حال حاضر در بخشای از کشور زورمندان از این زیربناها به مسابقه منبع بزرگ درآمد بهره گیری میکنند. شمار از آگاهان بخش انرژی در کشور میگویند که در حال حاضر از پایه ها و سیم های برق در بخش های از کشور باجگیری می شود. هستند پروژه هایی که پول بسیار هنگفت بالا از اونها مصرف شده به خاطر مسائل بسیار اندک و ناچیز، به خاطر موجودیت بعضی از افرادی که زورگوی محل هستند، این پس میفته که به سبب میشه که خیلی از مردم از این موضوع نقص ببینند. بر بنیاد اطلاعات داده شده از سوی شرکت برشنا در حال حاضر با تخریب هر پایه برق در کشور به گونه میانگین تا 200 هزار دلار به این شرکت زیان میرسد. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل.
یک دلار امریکایی 75 افغانی و 80 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 566 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکرد. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. هفتمین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی هندبال آقایان با قهرمانی تیم کابل کلاب به پایان رسید. هدف از برگزاری رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی هندبال کشور گفته شده است. سال محمد محمدی میلی پوش سنوکر کشور قهرمان رقابت‌های تیم انتخابی کابل شد. دیدار نهایی رقابت‌های سنوکر تیم انتخابی کابل روز گذشته میان دو میلی پوش سنوکر کشور سال محمد محمدی و رئیسخان سنزایی در کابل برگزار گردید که در نهایت سال محمد محمدی توانست رئیسخان سنزایی را با حساب 7-1 شکست بدهد و فاتح جام رقابت‌های تیم انتخابی کابل شود. ولی آقای سیدی توپنداز سریع کرکت که از آرزو دارد از طریق کرکت برای کشورش خدمت کند. سیدی که متولد بهسود رنگرخار است در آزمون توپندازان سریع که از سوی برد کرکت کشور گرفته شد در درخشش چشمگیری داشت. منچستر سیتی با برد مقابل منچستر یونایتد همچنان صدر نشین لیگ برتر است. در حساس‌ترین بازی هفتگی 12 لیگ برتر انگلستان، منچستر سیتی و منچستر یونایتد در دربی منچستر با قضاوت آنتونی تالور به مسافه هم رفتند که در نهایت شاگردان گواردیولا موفق شدند در اتحاد یونایتد را شکست دهد و همچنان یکتاز صدر جدول لیگ جزیره باشد. یوونتوس هم موفق شد در دیدار جنجالی 2-0 میلان را در سن سیرو مغلوب کند. یوونتوس در همان دقایق ابتدایی توسط ماریو مانزوکویچ به گل رسید و در نیمه اول اگاوین یک پنالتی از دست داد تا در نهایت بیانکونری با گل دقیقه 80 رونالدو 2-0 به پیروزی رسیده و صدرنشینی خود را تثبیت کند. ریال مادرید در دیدار خارج از خانه بانشگی 4-2 سلتا ویگو را شکست داد تا احتمالاً ماندن سانتیاگو سولاری روی نیمکت این تیم افزایش پیدا کند. شاگردان سانتیاگو سولاری در ادامه نمایش‌های خوبشان در هفته‌های اخیر شب گذشته در خانه سلتا هم عملکرد خوب ارائه دادند و در نهایت توانستند به پیروزی پرگل برسند. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.